اگر ما بیش از حد عرق میکنیم، با کدام شیوه ها این حالت خود را میتونیم تداوی کنیم؟ در این سگمنت در این مورد بحث صورت گرفته. دکتر شما، نخستین کانال اختصاصی طبی در افغانستان. همتان عزیز سلام، من دکتر قیس نکزاد هستم، متخصص امراض داخله. امروز به ادامه سگمنت قبلی من میخوایم در مورد جدیدترین راهکارهای فرط تعرق به شما معلومات ارائه کنم. جدیدترین راهکارهای فرط تعرق. خب، اگر ما بیش از حد عرق میکنیم، چه به نوع ابتدایی هسته چه به نوع ثانوی هسته، چی گونه و با کدام راهکارها می فرط تعرقی که بعض اوقات پیش ما مشکلات اجتماعی را ایجاد میکنه، بیش از حد دست ما عرق میکنه، پیشانی ما عرق میکنه، زیر بغل ما عرق میکنه، با کدام راهکارها میره ما تداوی کنیم و تا به حال در دنیا کدام راهکارهای تداوی وجود داره؟ تداوی عرق بیش از حد را در کل به 5 کاتگوری تصنیف بندی میکنه. دکتر صاحب جلدی سر ما قار نشه، چیزی که مربوط از اوناست ما دست نمیزنه ولی معلومات میدیم. قار نشین از ما، هیچ کس از ما قار نشه، فقط ما معلومات میدیم. خب، 5 راهکار. نمبر اول عبارت از کارهایی است که ما خودمون میکنیم، یعنی هوم ریمدیز که مثلا ما خودمون میکنیم. اگر ما فرط تعرق داریم، حفظ الصحه خود باید مراعات کنیم، زیاد حمام بگیریم، ورزش منظم داشته باشیم، تکنیک های آرامش ذهن را مراعات کنیم، یوگا کنیم، مدیتیشن کنیم، آرام میکنه ذهن، تمام ناراحتی تا میکشه، استراب خود مورد مدیریت قرار بدیم، افسردگی خود مورد مدیریت قرار بدیم. راهکارهای شناسایی چیز نرمال فکر از غیر نرمال تفکیک کنیم، ایدنتیفای کنیم، تثبیت کنیم که این یک فکر غیر نرمال است و این یک فکر نرمال است و فکر غیر نرمال را نپیچیم، رومینیشن و نشخار نکنیم. خب، نویت لباس خود باید تغییر بدیم، لباس های نخی باید استفاده شود، از نویت لباس هایی که در از نایلون استفاده شده، از پلاستیک استفاده شده، چه در بوت است، چه در جراب است، چه در مثلا زیرپوشی و سرپوشی است، از هیچ تناب به عمل بیاید. کس حال نگوید که دکتر صاحب تو از دل گرمت گپ زده میری. نه، من در این ملک فقیر بیچاره در یک فامیل فقیر کلان شدیم. لیلا میارا خدا نگیره، لیلا میارا به ترم سال بخرین، پاک نخی لباس هایی که از لیلیاف طبیعی ساخته شده، بوتای چرمی، خوب سهی منظم شستشویش کنین، بعد از استفاده کنین از زیبا، شاید دوامش هم خوب باشه، بعضش بسیار شویی خوب هم داره، برند از کلش و در پلی از اون امکان داره که از فرط تعرق به شما اجتناب و جلوگیری به عمل بیاید. این راهکارهایی است که ما خودمون پیاده میکنیم. خب، دوم عبارت از دواها است. بعضی از دواهاست که به شکل کریم و بعضی از دواهاست که به شکل اورال تحت عنوان انتی پرسپریتانت بر مریضا داده میشه، یعنی دواهای ضد تعرق. اینا به شکل موضعی استفاده میشه، به شکل خوراکی امکان داره از تعرق پیش از حد پیش ما جلوگیری کنه. بعض دواها اگر یک فرد استراب می داشته باشه، افسردگی می داشته باشد، دواهای ضد استراب و ضد افسردگی مانند SSRI، تریسیکلیک آنتی دپرسانت، سلکتیو سرتونین، نورپینفرین دی اپتیک اینهیبیتور، اینا توصیه می شود تا از عرق پیش یک فرد اضطراب به عمل بیاید. ولی شرطش این است که فرد تعرق پیش یک فرد در سیر اختلالات روانی ایجاد شده باشد. در سیر اختلالات روانی این همیشه است که قلم من میپره میره. فرط تعرق در سر اختلالات روانی ایجاد شده باشه. ولی اگر فرط تعرق علت دیگه داشته باشه، توصیه ادویه آنتی دپرسانت بعض اوقات امکان داره که حالت را شدیدتر بسازه. خب، بعض دواهای دیگه هست که انتقال دهی سیاله ها را به مشکل مواجه می سازه. دواهای خاصیت آنتی کولینرژیک دارن، مانند اکسیبیوتینین، مانند سلوفیناسین، اینا برای مریضا داده میشه ولی عوارض داره، دانه خشک میکنه، مریض قبض میکنه، امکان داره که به طور مثال پیش مریضا بندش را در ادرار به وجود بیاره، بندش را در پروسی مواد غایطه به وجود بیاره، فشار را سقوط بده، ضربان قلب مریض برعکس بعض اوقات زیاد بسازه، تاکیکاردی به وجود بیاره. یه ساید افکت و عوارض جانبی از هست که برای مریضا گفته میشه که اگر اجازه بود توصیه میشه که نبوده و مریض آفات مترافقه می داشته باشه، از توصیه ازی اجتناب با عمل بیاید. خب، راهکار اول کارهایی که ما خودمون میکنیم، دوم دواهایی که توصیه میشه، سوم عبارت از
راهکارهای است که با استفاده از پروسیجرهای مشخص از فرد تعرق در نزد یک فرد اجتناب به عمل می آید. پروسیجرها، این پروسیجرها کجاست؟ نمبر اول عبارت از باتوکس است که سال 1993 به باد در غدوات عرقی ساحه مشخص، مثلا اگر زیر بغل ما زیاد عرق میکنه، قسمت های قد کشک ما زیاد عرق میکنه، در غدوات عرقی اونمون قسمت باتوکس زرق میشه، بوتلینیم توکسین ای زرق میشه. امکان داره که 6 الی 9 مؤثریت داشته باشه، ولی بعضی اوقات امکان داره که خارش را ایجاد کنه و بعضی مریضا با این پروسه حساسیت میکنه. و دوم عبارت از بین بردن غدوات عرقیه با استفاده از انرژی است، مثلا مایکروویف. غدوات عرقیه را با استفاده از انرژی مختلف حرارتی، مغناطیسی اینا محو میکنن، مهار میکنن، از بین میبرن. این پروسیجرا هست. و آخرین راهکار از این عبارت از راهکارهای جراحی است. جراحی میکنن، عملیات میکنن. چه رقم عملیات میکنن؟ دو راهکار عملیات وجود داره. یکی کار برای غدوات عرقی است و یکی دیگه عبارت از کار بالای سیستم عصبی هست. کار بالای غدوات عرقی به این مفهوم غدوات عرقی بخی بیرون میکشن. غدوات عرقی یک فرد ریزکت میکنه، از بین میبره، میکشش بیرون. یک مایکروسورجری است، عملیات های جراحی مایکروس، یعنی خیلی خفیف و کوتاه و میکروسکوپیک. دوم راهکار جراحی بالای سیستم عصبی صورت میگیرن که کار بالای چین ها یا رشته های سیستم سیمپاتیک صورت میگیره، اونم رشته هایی که از قسمت سپاینال کارد و هر مغز میبره و به هر طرف بدن میره، یا اینکه اینا سیمپاتیک تومی میکنن یا سیمپاتو تومی میکنن، یا اینکه چین های سیمپاتیک بلاک میکنن که سیال ها را از مغز به غدوات عرقه انتقال نده، و یا اینکه بیخی اونم سیمپاتیک تومی میشه، الیاف سیستم عصبی سیمپاتیک کاملا برداشته میشه در نواحی که سیاله های عصبی را به غدوات عرقیه انتقال میده. پس اگر ما فرط تعرق داریم، ابتدا باید معلوم شوه که ابتدایی هست یا ثانوی. خب ابتدایی شیرسی هست، تداویش مغلق است، نیاز به کدام اقدام نداره، اکثر اوقات جنبه ارثی فامیلی می داشته باشن. ثانویش در سیر امراض است. خب اگر امراض تثبیت شد، مثلا پروکاری غدد تایروید بود، شکر بود، فیوکروموسایتوما بودی که تداوی شد، گپ رفت پشت رایش، در سیر عوارض دوا بود، دوا قطع شد، رفت پشت رایش. ولی اگر مریض قناعتش حاصل نمیشه، 4 راهکار تداوی پیاده میشه. نمبر اول کارهایی که ما باید خود ما بکنیم، دوم دواهایی که توصیه میشه، سوم پروسیجرهایی که توصیه میشه، چهارم جراحی هایی که یا بالای غدوات عرق یا کار میکنن یا بالای سیستم ها و الیاف ها و رشته های عصبی کار میکنن که سیگنال های عرق کردن را از سیستم اعصاب مرکزی انتقال میده به غدوات عرق. امیدوار هستم این ویدیوی معلوماتی مورد قبول شما از جا قرار گرفته باشه. تا دار بعد، بدرود.